ببین میگه خودت پاشو بیا سه کلمه تو رو قرآن بزن میکن زدین؟ اول اینو باید بزنی اول اینو بعد هم باید اینو بزنی احتمال آره بعد هم. Продолжение سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت دم و دستگاه و اون تجهیزات هم فرزاد سلام امروز اپیزود 189 دیگه درسته آره 189 ماست هفته 23 وم از سیزن, از... از سیزن 4 ام... یعنی این هفته که داریم هیچی دو هفته دیگه هم از هفته آخرم که چیز تقانق مرزا تحتیل دیگه برحال الان 23 آره 23 دو هفته دیگه تمام بود دیگه آره دیگه نه میخوام بگم که هفته 25 هم اتمالا ما یه جوری بریم که لایف بذاریم ایرانم هم اصلا کلا لایف باشه آره دیگه اصلا که طول بشه تایپ آره دفعه پیش هم لایف بذاشتیم هر دفعه سیزن فینالی ها رو لایف, لایف میذاریم ام... بریم سر موضوع آها قبل از اینکه اتفاقی افته من در مورد چی صحبت کنم یه سوتی من داده بودم در مورد چی الچاپو بفرمایید اه... گفته بودیم که برادر کیو گرفتن توی جالب هفته پیش اه... نارکوز اسم یاری کیو پابلو آره گفته بودیم برادر پابلو اسکوبار رو گرفتن ولی نه پسر الچاپو رو گرفته بودم یه چیز تو مکزیک دراگ دیه تو مکزیک همون کارشون یکیه کلند ام... بعد اه... ولی خب اشتباه بود ولی خب کانسپت یکی دیگه, دیگه یه پسری یه اقوامی از یه دراگ رو گرفته بودن یارو انقدر کشت و کشتار کرد خود پلیس ما پسش داد یارو آره تو دو... این تعادل نداره بعد اینکه یه سری دیگه من بگم یه سری از دوستان برای ما توی انکر وایس گذاشته بودن متاسفانه وایس های تو انکر رو نمیشه <laughs> چی کار داری میکنی تو دیوار اون داره اینجا در... کسایی که تصویری میبینن میتونم بفهمن چه خبره وایسی ام... که تو انکر میدی رو متاسفانه نمیتونیم جواب بدیم یعنی بعد بیام تو برنامه جواب بدیم اینطوری نیست که بتونیم اونجا برای شما چیزی بفرستیم ولی که انکر سو... بقیه وایسا رو جواب بدیم تقریبا بله یکی از دوستان گفته بود که چی گفته بود انکر بهتر بود یا ایز دیگه اون ایز دیگه رو من نمیدونم چی ولی انکر خوبه گفت ما داریم برنامه میزنیم کدوم بهتره انکر بهتره من صبح داشتم کامنت های یوتیوب رو ها میخوندم اون که خیلی زیبا بود من داشتم لذت میبردم یک جون دو اینکه یکی گفته بودن که آقا ما نمیدونیم دیگه کجا به شما تکست بدیم جواب بدین ظاهرا همه مس... مسیرها رو تست کرده بودن شما جواب ندید کنم آره. این کم کاری برای چیه ایمان جان ببین اینستاگرام دست منه تلگرام چرا جواب تلگرام من بردیم. بردیم. خیلی سخته ببخشید جوابتون رو میدیم هرچی سریع تر کی بود اصلا بیاد همین جواب شد میخواهم همین جواب بدیم برو رو اپیزود نمیدونم کدوم بود فکر کنم همون رو آخریه آخر. بابا شدیگه چرا کابرش عوض کردی؟ چون خیلی زش بود این یعنی یعنی خوشگلتر از بهتر شد داره همین آقای فکر کنم محسن امدی هستن بخونید آقا فرزاد اولی بود دیگه بالای بالا برزاد 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 حواسش که من این سوال هنوز ذهنم مشغول کرده که چرا جواب نمیدین به شخص خیلی با کارون حال میکنم کارتون بابا کارتون ما از اینجا ممی... دارم میبینم چیزی از اونجا نمیبینم نه خیلی دارم چیز میکن. خوب و از شخصیت جفتتون خوشم میاد قربون شما من پادکست رو به خیلی از دوستان معرفی, معرفی کردم و اونا هم شمالتون میکنن اما تقریبا همه راه های ارتباطی رو باهاتون امتحان کردم جواب نمیدید خیلی زشت این تاثیر منفی میذاره ببخشید من اگه من از بزنان... تو خودم خیلی لایک کنید چیزی هم لایک کرده، یعنی <تصفح> هر حرف چیز داره یکی نوشته احسن بله حال بقیه دیگه مهم نیست من ببخشید من سعی میکنم که تو طول این هفته قانون رو مجاب کنم که جواب بده چون تو اینستاگرام نه <تش> <تش> خدایی گشتم چیزی پیدا نکردم ولی دیگه جواب دیگه نه تلگرام احتمالا من میرم جواب قبلا یه بار گفتم ولی نرفتم آره شد این, این دفعه بعد نه اینا از قصد نیست ما نمیریم واقعا وقت نمیشه و من هم گفتم چون من خیلی آدم صفر و یکی هم یا دوست دارم همه رو جواب بدم یا اگه ندم هیچ کدوم جواب نمیدم بگم لو بدم چی گفتی اون روز به من چی گفتم ما پنج شب میریم فوتبال بعد حضور غیاب میکنیم قبلش که بدونیم مثلا کیا میان و اینا کسی نمیاد از جای دیگه بازی کن جور کنیم و کسی مثلا نگه من میام واقعا جاش یه نفر دیگه میاد چیز خیلی ام... نه یه کامپتیشن خیلی سختیه اونجا بین بچه ها یه رقابت سختیه برای اینکه بیان و من سوال داره که پرسیدم کارون به من مسیج زده میگه من الان نمیتونم برم تلگرام ولی برا من رو بزن که من میام اونجا <تصفح> خودت میزه گفت نه قانون هم نمیتونم نه. من یه سری فوش بهش دادم بعدش من طول روز تلگرام نمیرم ام... شبا میریم؟ سر کار نمیرم دیگه آه سر کار که هست بریم سر موضوع خودمون ها جونت برامون بگی که جونم واقعا اون کابرا بهترن فکر نمی کنم حالا صحبت میکنیم داریم دیگر. تستی میزنیم دیگه تستی چرا ما یه گرافیک دیزاینر نداریم ببین <تصفح> واقعا <ای> کسی از <تصفح> دیگه کسی, <که، تصفح> کسی که الان گوش میده گرافیک دیزاینر هست داشته باشه بگه لطفا من و ایمان و فرزاد آقا توی تو هفته گذشته یه ذره یه اشاره خیلی کوچیکی به این کردیم جست و گریخته روی صحبت کردیم که مثلا چی که مثلا توی سه ماه نمیتونی آدم انگلیسی صحبت کنه یا زبان اصلا هیچ زبانی رو نمیتونی یاد بگیری مگر اینکه یه قدرت خارق العاده داشته باشی یا مثلا یه شب زندگی آدم عوض نمیشه مثلاً یه هو یا مثلا نمیتونی یه هو پولدار بشی مثلا نه شب راجعه بود و بود که یه هو تصمیم میگیره طرف که زندگیشو عوض کنه و خسته میشه یه مال فیلم مثلا این تبلیغایی که تو تلگرام میبینی برای کارونی گذاشتم تو سه هفته نمیتونی مثلا پنجاه کلی کم کنی آره چربی آره کلی از اون کنی <تصفح> <تصفح> و این همش خب یه جورایی شروع بره. و حالا که دارم مثال میزنم یادی هم بکنم از دوستانی که تبلیغ میکنه یه شب میلیاردر بشی اینا خیلی باحالم میرسیم بهشون براشون یه حتی میشه تنها حالتش شرط ببندی مثلا همون چون مثلا مثلا از سواری بری روی اصل زایه ببندی یا آره مثلا بزنه ببره بعد مثلا یاره آره ولی صد برابر بشه پول ولی تویی که ریاضی میدونی چند درصد امکان داره بازی آلمان و کره بود فکر کنم که کره برد کره برد اون یه سری شرط واسه یک به هفتاد بود میدونم یعنی ببین دیگه زندگی رو برابر میشد پولت بابا یه سری چیزا بود برزیل چند تا خورده بود 500 خورده ای بود شرط چیزش ذریبش آره او او اون نه ذریب راب... برد اون 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 شرط آره, آره آره اون شرط اینا مقدمه برزیز. بود که سایت شرط بنده نه نه به اون آره آره نه برای اونا کنار ولی خب واقعا نمیشه یک شب این کاری کرد و درصد اینکه تو بخوای بدبخت بشی خیلی بیشتر تا بخوای اون بر میلیاردر بشی برای همین اصلا نمیارزه همیشه میگن گذاره. اون چیزی که زود به دست بیاد زودم از دست میاد همه رو دارم اینجا نوشتم همه جا تو که بله ورژن درست شما نمیتونید آره بزن. من شخصا اینو قبول دارم که ما اگر که میتونیم تو زندگیمون راهی رو بریم که حالا به هدفمون نزدیکتر اون بکنه و بتونیم بهینه تر حالا به هدفمون برسیم بعد انتخابش بکنیم ولی خب یه تغییر یه میگم تغییر فرق خیلی مهمی است بین میونبر زدن و اینکه شما بخوای بهینه زندگی بکنی و بهینه بری جلو یه همون زیرابیه ها منظورت نه واقعا نه شما مثلا همین تو بری زیرابی رفتن نیستی که تو یه شبه مثلا با بت زدن پولدار بشی زیرابی نرفتی ولی یه میونبریه که اصلا ثروتی که اونجوری بیاد راحت هم میره دقیقه همینه میخوام بگم میرسیم یعنی اصلا بس کنم دیگه آقا آقا بس تموم شد حالا <تصحیح> این مثال اونایی که لاتاری میبرن و از دست میدن و بزنی و نه اونا اصلا نمیخوام نمیشه صحبت کنم <تصح یه جورایی داشتم یه مصاحبه میخوندم که داشت با یه مدیری شرکت استارتاپ کوچیک صحبت میکرد و یارو داشت در مورد این صحبت میکرد که آره من اوایلش همش دنبال میونبور بودم و برم مثلا که شرکت استارتاپمو ببرم بالا و بتونیم پول خفنی در بیاریم و اینا بعد کاری که کرده بود اومده بود اومده بود کارهایی که باید توی طول روز انجام بده رو اولویت بندی کرده بود و میگفتش که خب کارهای خیلی مهم و اول می نوشتم کارهای که زیاد مهم نبود یا خیلی مثلا زمان می بردن و همطوری به ترتیب می پایین گفت بعد از یه مدت تو زن خودم به این رسیده بودم که اون کاری که پایین لیست زیاد مهم نیست اصلا کلا انجامشون نمیدادم و همینطوری عقب, عقب میفتاد و عقبتر میافتاد و آخرش به این رسیده بودم که خب من الان اصلا هدفم و اشتباه پیدا کردم اصلا به قول معروف دارم اشتباه میزنم و حالا به نظر منم این خیلی مهمه که ما انقدر بعضی موقع درگیر پیدا کردن یه میونبر برای رسیدن به هدفمون میشیم که اصلا هدف اصلی رو سوراخ رو کلا گم میکنیم یاد میره که بعد چیکار کنیم اولش بریم یه سری از چیزایی که دوستان گفته بودن در مورد سوالی که پرسیدیم رو بشنویم آره یه چند تا شما خیلی خوشم اومد دوست داشتی سوال چی بود فرزاد چرا هولش س... <تصفح> شما بگو؟ سوال این بود که آیا برای رسیدن به اهداف در زندگی میام, میام بر وجود داره یا نه آره. وجود داره بعد حالا یه سر خیلی ها گفته بودن بله ولی قاسم هیچ مثالی نزده بودن بعضی ها میگفتن که بله مثلا مثال زده بودن که پدر پولدار یا مثلا اینا رو من خیلی خوش هم. مثلا چه میدونم پارتی, پارتی داشته داشتن. باشه باشی یا مثلا یعنی. وصل باشی و فلان و اینا یه چند نفر گفته بودن که شاید باعث بشه که دیرتر اصلا به هدفت برسی شروع کنی میومور زدن یه سری گفته بودن که شاید میومور بزنی نتایج کوتاه مدتت خوب باشه ولی نتایج بلند مدتت نامطلوب خواهد بود ام، یه سری گفته بودن که اگر که الان یه جا میامور بزنی یه جا دیگه با پس بدی مثلا یه مسیری یه دقیقه رو شاید مجبورشی شست دقیقه بری همین دیگه این شده نه بعد خیلی هم گفته بودن که با تلاش میشه تو زندگی میومور زد که حالا در صحبت میکنیم بعضی هم گفته بودن که اصلا میامور وجود نداره تو زندگی باید یه راه بری اصلا گفتن میامور وجود نه. حالا نظر من نسبت به اون دسته از افتاری گفته بودن که بود اگه بگم آره کارون شاکی میشه آره آره گفته بودن که <تصفيق> <تصفيق> نه گفته بودم میره بالا منبر فلسفی آره میشیم. چیزی. ام نسبت به اون دسته از افرادی گفته بودن با تلاش و کوشش و مثلا علم و دانش و اینا میتونی میونبر بزنی اون دیگه بر نیست دیگه رفتی تلاش و کوشش کردی عرق جوین ریختی و الان خب به آگاهی رسیدی شما میدونم علمتو بردی بالا یا مثلا تلاش خودتو کردی الان داری پاداششو میگیری دیگه یالا اینی که میگن نیستیجه. احتمالا به قضیه شانس هم مربوط میشه خب یعنی حالا ما توی اون قسمت مفصل راجع به شانس و تاثیر شانس تو موافقت صحبت کرده بودیم دیگه اون آزمایشی که مم. حالا اون دشمناندا انجام داده بودن در شبیه سازی کرده بودن این قضیه رو یه وقتایی هست اه اه شما سر راهتون یه سری شانس ها میارید یه اتفاقای خوبی براتون میفته که خیلی رسیدنتون به هدف رو آسون تر میکنه مثلا چند تا مثال بزنیم فرض کنید که شما دارید برای مثلا میخواید اپلای کنید یه دانشگاهی برید خب دانشگاه رفتن و حالا تو ایران نه اینجا بیشتر وقتی بخواید برید یه پوزیشنی توی دانشگاه برید خیلی به شانستون رب داره این که مثلا اون استادی که شما میخواید باش کار کنید اولا پوزیشن خالی داشته باشه بعد اون چیزی که میخواد ویژگی های شما باشه خب یعنی ممکنه سال قبل از شما یه آدم بهتر از شما با قابلیت های بیشتر همینو اپلای کرده باشه نگرفته باشه اینجور جاها مثلا شانس سخیلی یا شما بخواید برید یه کاری رو بگیرید ممکنه تو دوره شما انقدر خوش شانس باشید که تو دوران رونق بعد از مثلا بحران اقتصادی باشید خب کار زیاده و راحت مثلا کار پیدا میکنید در که ممکن مثلا برعکس باشی تا مثلا میای فارغ التحصیل میشی بری توی بحران اقتصادی و نتونی شانس مهمه اینی که میگم با تلاش و کوشش من حدسم اینی که به اون قضیه برمیگرد یه دورم فکر فکرم گفته بودیم که به تیم کیروش اون موقع که ندارم. محبوب بود مثلا گیر میدادن که آقا تو تیم شانسی میبره مثلا جلو کره 90 دقیقه دفاع میکنی یه دونه مثلا شانسی قوچان نژاد میزنه اینا بعد اون گفته بود وقتی شما تمام تلاشتون رو بکنید شانس باشه همه نه خب به اون یه چیزی میگه همه رو میبره زیر سوال بعد این که اسم. شما وقتی تمام تلاش تو بکنی شانس هم با شما یار میشه ببین آره ولی من اینو این شانس با میونبر فرق داره شانس آره. تو زندگی اون که آره اون که اصلا صحبت قبلا گفتیم اگه بچه آمریکا با همین هوش و استعداد توی آفریقا حالا به دنیا اومد چه بسا خیلی با هوش بیشتر اونجا به دنیا اومدن احتمالا به اینجا دیگه شانس مهمه حالا ولی شانس با میانبر فرق داره بعد یه سری دیگه از دست از آدم که میگفتن با پول و پارتی و روابط و اینا اول که واقعا خودتون رو با اونا مقایسه میکنید که مثلا طرف با فقط پول پدرش به جای رسیده یا مثلا پول که از اقوامش به جای رسیده یا مثلا با پارتی به جایی رسیده نظر من مقایسه نداره این اصلا نباید براتون مهم باشه و به قول کارونم که میگه اگر طرف آدم قابلی باشه که خب شاید دیرتر ولی خب به اون جایگاهی که الان توش هست میرسید به هر حال یه جورایی و اگرم که قابل نبوده که دیگه اصلا طرف از دور معلومه دیگه مثلا میذاریش یه پستی هم بهش میدی چه میدونم یه پستی که شاید یه نفر دیگه ده سال براش مثلا تلاش کنه بهش برسه ولی خب از دور هم به طرف نگاه میکنی میفهمی که طرف اصلا هیچ تلاشی برای اینکه اینجا باشه نکرده و اون در واقع اعتبار رو نداره توی اون رشته حالا تحصیلی یا تو اون رشته که داره کار میکنه یا هر چیز دیگه تو بگم حالا ایمان میگه که نباید مهم باشد خیلی میتونه دردناک باشه این قضیه آره. چیزی که میگه مثلا طرف کلی میاد تلاش میکنه برای داستانی بعد یه کسی که حقش نیست مثلا میره میشینه تو اون جایگاه خیلی دردناکه حالا اینجوری هم خیلی راحت نیست که با ما بگیم نباید مهم باشه میکنه دیگه من که وقتی میکنه ده ده ده. دیگه اون موقع خیلی فشارش بیشتره بعد حالا به نظر من الان میگم به نظر شخصی من میومور زدن تو زندگی فقط یه جورای راه شما رو طولانی میکنه و شما از مسیرتون بیشتر به نظر من حالا دورتر میشین حالا دلیلش رو میگم یکی از دلایلش اینه که اون حالا شخص من اون احساس خوبه بعد از اون تلاش است که مثلا دیدید وقتی یه کاری میخوای انجام بدی مثلا یه امتحانیه یا مثلا نیزی که داری براش تلاش میکنی درس میخونی تمرین عمل میکنی مثلا هزار تا کتاب میخونی فلان و اینا یا مثلا میری چون میدویی میدوی بعد مثلا سرویس میشه برمیگردی خونه اون تلاشی که کردی یه احساس خوبی به آدم میده دیگه مثلا اون بعد از هفت ماراتونه که من ما آمده بودم اینجا نشستم میگفتی نمیشه کنترلش کرد این یه از سمجزه چیزاست اون کسایی که به نظر من حالا میونبر میزنن تو زندگیشون یا مثلا شخصی میاد این رو بهشون میده یا مثلا این جایگاه رو بهشون هدیه میده یا خودشون حالا از یکی دیگه میدو زنش هیچ وقت اون شادیه رو نمیتونن به نظر من احساسش بکنن یعنی هیچوقت نمیتونن ملموس اون رو مثلا حس بکنن که من با تلاش خودم بوده که به اینجا رسیدم حالا دلما سوال ازت بپرس تو وقتی یه چیزی رو هیچ وقت تو زندگی تجربه نکردی چجوری میتونی نبودش رو حس کنی ببین طرف که دیگه هیچی که نداشته از هیچی که نیومده دیگه نه ببین تو حالا رو... این مثال رو زدی ام. چون اینو میتونی تعمین بدیم اون بحث شده مواد مخدر و مشروب که من تو داشتیم بعد بله. پادکست مثلا فلانی میاد میگه آقا این مثلا این متا و شما بزنید خیلی لذت عجیبی داره اینا داستانی که تو تا وقتی اونا امتحان نکردی که خب پیچ ایده ای ازش نداری میتونی راحت و پیسفول به زندگیت ادامه بدی حالا این که تو میگی من میفهمم داری چی میگی ها. ولی فرض کن اگه یه عنصری باشه تو این دنیا که همیشه بر مبنای حالا روابط و سوال چی بود میونبر و در عقب رسیده باشه به جایی خب بک دور و خب اون آدم خب وقتی چون هیچ وقت اون لذت مثلا تلاش رو رسیدن به جایی تجربه نکرده خب اصلا هیچ وقت اون رو تو زندگی اصلا خبر نداره میدونم ولی مثلا شمایی که تجربه کردی تو که میدونی که خب ولی اون نمیدونه که من که نمیتونم این این حس به اون منتقل کنم یعنی نرمال واسه اون همونه هیچ تو کن مثلا چی میگم مثلا فرض کن یه مدل سی بی باشه که آبی باشه یه مزه عالی داشته باشه خب اصلا نگه مثلا از سیب زمین سرخ کرده بده خب تو وقتی اونو نخوردی خب از لذتش بیخبری و راحت میتونی به زندگیت ادامه بدی فکر کنی زندگی اینه آره ولی تو وقتی که حالا به یه جای مثلا فکر کنی شغلی میگیری مثلا یه نفر میاد میگه که تو بیا فرده بشین اینجا تو مدیر فلانجا خودت که میدونی اونجا خودت نگرفتی اونو یعنی اگر که خودت هم نمیدونی ای که دیگه پپه که دیگه هیچی اون, <applause> اون بحث شده تو میگی اون لذت رو تجربه نکرده من میگم تو فرض کن از اول اون لذت رو تجربه نکنی اصلا روحت خبر نداره همچین لذتی وجود داره خب بعد از یه جایی به بعد ممکنه زندگی سخت بشه اگه <applause> از یه جایی ممکنه شرایط یه کاری بکنه زندگی به شما فشار بیاره طرف اصلا آدما عوض میشن طرف به خودش میگه که حتی اگه کسی بوده باشه که همیشه تلاش کرده باشه به جایی رسیده باشه بعد اینکه چند بار خیلی راحت یه چیزی رو به دست آورده به هر طریقی رابطه نمیدونم پارتی هر چی که اسمش رو بذاریم ممکن این قضیه انقدر لذت بخش باشه که از اونجا به بعد هم همون کار رو ادامه بده و اصلا قید لذت مثلا تلاشو به نتیجه رسیدن و بزن. برو ولی تو چقدر میتونی یه مثلا چقدر میتونی شانس بیاری شانس نیست دیگه از یه جا به بعد میان بره به قول خود نه خب همون مثلا دیگه بابای یه سنی داره دیگه بعد از یه سنی که دیگه, سن دیگه, دیگه نمیتونه به تو مثلا تو رو بشونه سر یه جا وقتی که هیچی بلد نباشی آخرش یه جا با میخوری زمین دیگه. دیگه نمونهاشو خیلی زیاد دیدیم حالا مثلا از ورزش میشه راحت مثال زد مثلا آره مثلا همین مدیر عاملی که برای پرسپولیس حالا من چون پرسپولیسی هم میگم گذاشته بودم فصل قبل خب سیاسی سی؟ نه نه کیو اه... عرب آه دیگه عرب. نیست نه الان رفت فدراسیون دو میدانی خب. خب من فقط بگم ایشون چیکار کردن فرس کن فرس کن فرس کن پرسولیز حالا بعد هم نه سال ده سال که بعد قطبی هیچ جامی نهی بود برداش برانکو رو آورد تو چهار تا فصل پشت سر هم مثلا سه تا قهرمانی آورد یه نایب قهرمانی آورد نه چند تا جام هزی آورد رفت و فینال آسیا خب بل. این دیگه بالا... میگم یه بار رفته این بالاترین فینال رقابت اصلی چهار جانبه نبود بل بل. مثل که شما رفت این دیگه بالاترین جاییه که یه تیم ایرانی میرسه دیگه خب بل. کدوم مدیر عامل یعنی مثلا شما به جای عقلتون باید از چه عنصری تو بدنتون فرمان بگیرید <applause> که یه همچین مربی رو بذاری کنار خب بله یه ترکیبی که جواب داده دیگه میگن دست به ترکیب تیمی برنده نواز این تر... ترکیب رو عوض کرد اصلا افتز آورده بودنش که کار رو خراب کنه و کرد بعد این آدم رفت از باشگاه کارشو که اینجا کاملا انجام رفتن الان فدراسیون دو میدانی یا چی میبینی میشه یعنی شدنیه طرف هم میدونه به هیچ دردی نمیخوره ولی شدنیه چرا؟ چون منابع نامحدود هست تو وقتی منبع نامحدود زیاد داشته باشی که هزینه خطاهای تو رو بده خیلی راحت میری اینجا گند بالا میاری اونجا گند بالا بیاری خب ببین اون توی حالا شاید توی سیستمی باشه که از پایه ویران باشه من به اونش کاری ندارم ولی خود یارو میره مثلا شب با خودش تنها میشه میدونه آدم قابلی نیست یعنی ما با خودمون بر رو راست باشیم دیگه میشون. نه آخه چه عوضی میگه یعنی تو شب میری خونه میدونی که خودت به اینجایی که هستی رسیدی یا مثلا واقعا با پارتی و مثلا پول یه سری آدم دیگه بگم واقعا خیلی ها نمیدونن تعجب میکنی این یه چیز روانشناسیه خب اصلا فکر نکنم کسی شب بره خونه دیگه یعنی تو ترانه هم حس بدی یعنی دیگه شسته گذشته کنا یه از روانشناسیه با یه سری از این قاتلا حتی صحبت کرده بودن که دیگه قاتل واضح آدم بدیه دیگه یعنی اصلا هیچ شک و شبهه توش نیست امر مطلقه آقای کسی قاتل آل زنجیره یا؟ آدم شاید واقعا ذهنش شده نه. نا هم باور داشتن که آدم درستی هن. اون کسی که اینا کشتنش حق داشته که بمیره ببینین چی میگم تو عوض میشی تو توی اون فرایند از رو آدم رد شدن, و بالا, شدن و بالا به بالاها رسیدن و اینا عوض میشه اصلا یه آدم دیگه میشه لزومن با اون معیار اخلاقی درست طرف خودش رو شب موقع خوابیدن نمیسنجه یعنی مثلا حالا همین آقای عربی که شما میگی به نظرت اومده مثلا پرسپولیس رو به نظر خودش بهترین کاری کرده بران کاری کرده بیرون به نظر خودش کار کاملا منطقی میاد بوده بهونه میاره که پول نبود و فلو خیلی راحت این خیالش نیست من یه مثال زدم و میخوام بهت بگم آدما توی اون فراینده میان میدونم چی میگی ولی من حالا میشن اصلا یه شاید... آدم دیگه میشن شاید من, من و تو الان اینجا این داریم این عرفا رو میزنیم نه پولی داریم نه مقامی داریم <تصح> چیزی نداریم <نه> <تصح> این اینجا از سرد و تو هم به پول و مقام برسیم اصلا من بیام یه عرفایی آره قدرت که میگن آدم ها رو پول و قدرت و این آدم ها رو عوض میکنه ولی من نمیتونم قبول بکنم که یه نفر شب میره خونه تو تختش با لاحافش تنها میشه با آقا آدم خودشون هم میتونن گول بزنن این دیگه بدترین نوع گول زدنه ولی میشه به نظر من که اگه آخه طرف همچین آدمیه دیگه اصلا نه و صحبت کرد دیگه پس نه من میگم من من باور ندارم که همچین آدم میتونه یه همچین چیزی من به نظرم میشه من میگم توی اون فرایند انقدر عوض میشن که یه کسی مثل مدیر قبلی به خودش می دیگه کار خوبی کردی بریم در سختی و صحبت کنی یه زی دیگه داشتم میخوندم نوشته بودش که ها موقعی که میخوان پیله بیان بیرون یه جوری به خودشون فشار میارن که کلیش میمیرن خب از اون پیله که میخوام بیان بیرون ولی خب میگفتش که اگر که ما به از پیله اومدن بیرونشون کمک کنیم نمیتونن پرواز کنن دلیلش می چیه؟ از سیار می گفت دلیلش اینه که موقعی که از این فشار میارن به خودشون مایات بدنشون میره توی پرا و شروع میکنه اینا رو محکم و قوی کردن که بتونن پر بزنن ام. و می گفتش که اگر که شما بیان اونجا رو کات کنین و مثلا کمکشون کنین بیان بیرون اینا فلج میشن و پرلایز میشن اصلا نمیتونن چیکار بکنن تو زندگیشون و اینه. تنها جایی که میتونن به خودشون همچین فشاری بیارن و که از این پیله میزنم بیرون موتیویشنال اسپیکر دیدید همیشه واسه همه چی به هم ربط آره هست شما تو زندگیتون اگه میخواید به جای برسید باید به خودتون آره نه ولی شما مایه‌تون بره تو پراتون <تصفح> حالا من حالا من نمیخوام بگم با فشار بیارین که مایا بره تو پراتون ولی خب یه زی توی یعنی ما خیلی وقتا خود من شخصا اینطوریه که موقعی که به نمی نمیرسم یا یعنی مثلا ایش... تو کار زمین میخورم شکست میخورم و سو so میذارم که مثلا میرم دنبال این که بگردم دنبال این, این عوص عوص که کنی. نه میرم دنبال این یومباری که این تایمی که از دست دادم این انرژی که از دست دادم و بتونم مثلا جبران کنم مثلا دوباره برسم به جای خودم چون همیشه تو ذهن خودت داری با یکی دیگه مسابقه میدی دیگه مم. حالا این تو ذهن خود آدم هست. و چیزی این فرنگی ها دارن میگن What doesn't kill you makes you stronger آره میخوای معنی کنی برامون میگه چیزی که نکشت قوی ترت میکنه دیگه یه چیزی هم داره نو پین نو گین اون نو پین مدل فارسی نداریم آره نه قطعا داریم آره هر چی این لطف خدا بوده است <تصفح> اینم به نظر من یه سری از اون چیزاست که آدمایی که چی داشتن ای... فکر میگم مدل چیزی که نکشت قوی ترت میکنه فارسی داریم قطعا داریم حالا بعدا فکر کنم این هم ای سری از اون چیزاست که به نظر من کسایی که مثلا یه مقامی مثلا میونبر زدن طوری بهشون روی پلاتر اومدن دادن رو سینی به نظر من هیچ وقت نمیفهمن دیگه حالا باز تو میگه آدما کاملا میتونن عوض بشن میتونه ذهنشون یه جوری کار بکنه که فکر کنن مثلا بدون تراش بر طرف موفق بشه این اصلا بحث من فرای این چیز ورای این چیزاست فرا و ورا کلا جاستانیه که ببین من حالا با خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم فرض کن تویی که اومدی نشستی و اون دیگه رفت عربی شو پیدا کرد اون لذیلا آره توی که الان نشستی داری این حرفا رو میزنی که میگی مثلا کسی که بدون تلاش به جایی رسیده ارزششو رو اصلا نمیدونه اون لذت رو نبرده به نظر من تو آدم خوششانسی بودی که فهمیدی تو زندگی یه سری چیزا هستن که با فقط با تلاش بدست میاد و اون تلاش لذت بخشه به نظر من هر آدمی انقدر خوششانس نیست که این رو درک کنه و لمس کنه خب, خب, خب از چند درصد آدم درست اینو تربیت شدی یا جای پنن. مناسب خیلی ها. یعنی به نظر درصدش مثلا بیشتر 50 درصد آدم درصدشو کاری ندارم نه میخوام درست... اون چیزی که تو داری میگی مثلا یک درصد از جامعه است که اینو نمیفهمن که آدم واقعا باید تلاش بکنه که اگه یک درصد جامعه است خیلی چیز کوچیکیه یا مثلا به نظر یه چیز خیلی من یه چیز بگم وارده ها شدی آره دارم وارده اشکال نداره اصلا بخش کمی هم باشه ولی من میگم تو اصلا خوششانس بودی که این نگرش رو میتونی داشته باشی خب بخاطر اینکه این مسائل چیزاییه که به زندگی معنا میده آقا اینکه تو یه چیزی رو بخوای براش تلاش کنی به نتیجه برسی یکی ممکن اصلا زندگیش این معنا رو نداشته باشه اصلا فکر نکنه که آقا این معنا چیه چون همیشه همه چی براش مهیا بوده که همون که دور برمون دیدی زیاد و این خوشانسی تو رو میرسونه که به هر دلیلی تونستی به جایی برسی که به این فکر کنی که بدونی اگه پسورداری به تو یه چیزی رو دادن که خیلی براش تلاش نکرده بودی شب که بقول قول می خود میخوایی بری سر تو به, به, این فکر کنی که به لافت میشی به این فکر کنی که مثلا من اگه تلاش میکردم خودم به اینجا میرسیدم لذتش بیشتر بود حالا بذار د... من یه داستانشو داستانش بگم که چرا این اپیزود دارم من انتخاب کردم فشار دارم بالاخره خیلی جار کنم برای توی مثل دارم من تو طول هفته گذشته شروع کردم مثلا خیلی ورزش سنگین دارم میکنم که حالا گفتم تا آخر دسامبر بتونم برسم به اون وضع دلخواهی که هست الان چنده؟ نه به به چند میخوایی هشتاد ایه. آره بعد مثلا ام... هیجده سال من میخوام برسم به هشتاد ولی نشده مثلا در حدی که صبح میرم ورزش مثلا پنج و نیم دو مثلا شب هم دوره میرم ورزش و اینا بعد به یه مدت رسیده بود که دیگه اصلا حال خیلی بدی داشتم و دیگه خیلی به بدنم فشار آورده بود و بهتون یه مسیج زدم که یه مشکل برام وجود اومده بعد دیگه مثلا انقدر یه روزش خسته شده بودم در دوی مثلا که برم ببینم لایپوساکشن چه جوری و اینا نشستم <applause> این عملایی که چربی آره می کشن نشستم مثلا واقعا سه چهار تا استادی در این مورد خوندم مثلا وسطای مثلا آخری بودم چی کرده دیگه کلی سه چهار ساعت وقت تو گذاشتی داری بعد ترمایی هم که توش بود مثلا کلماتی که استفاده می‌کردن همه پزشکی بود واقعا داشتم پیپر می‌خوندم و هیچی نمیفهمیدم مثلا هی میردم گوگل میکردم مثلا ببینم این واقعا یعنی چی مثلا این چیه بعد مثلا به یه چیزایی رسیدم مثلا دیزی از من هیکل تراشی این دیگه آه. چیه هیکل تراشی کاری که میکنه بهش میگن کول cool یه همزایی خب میاد سرما میذاره رو چربی بدنت و اون سلول چربی میکشه <تصفح> سرما آه. بعد یعنی مثلا من داشتم اینو فکر می‌کردم بعد دیگه داشتم مثلا حساب می‌کردم که چقدر اون مثلا اینو حتی به خودم رسید که آقا چی کار داری می‌کنی حالا مثلا هدف تو یه چیز دیگه بود تو مثلا می‌خوای برای سلامتی ورزش بکنی فقط برای سن برای هیکل که نیست که تو مثلا بخوای اینجوری حساب کنی بری فردا یه لوله بزنه تق 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 بکشن ما رو ازش بیا رو بکشن این چی شو... میونبر می آره واقعا آه. تو ذهنم دنبال میانباره میگشتم که مثلا ببینم چیجوری میشه این کاری که بعدم به قول اما اول برنامه سوراخ دوار از کلا گم کرده بودم مثلا داشتم به چیز دیگه فکر میکردم کلا که این و ب... رو فس... به, این آزمان... رسیدم که اصلا میام در مورد این صحبت کنم ببینم کجاهای دیگه با این رو بگم دیگه اون چیزی که اولشون نذاشتم مجبورم با توضیح بگم که چرا <تص> میگن چیزهایی که خیلی راحت و سریع به دست میاد راحت و سریع هم از دست میره آره من به نظرم نگی به نه من مجبورم مجبور نمیخواستم اگه. ما رفته بودیم دانشگاه چیز داشتیم کارگاه داشتیم خب حالا دانشگاه کارگاه ها من میشینم خاطره میگیم فقط دانشگاه ایران آره آه. ایران دور لیسانس کارگاه ها نه اون مدرسه کارگاه <تصفح> <تصفح> مختلطن خب اون گروهی که ما بودیم اون روز استثنا مختلط نبود همه پسر بودیم خب بعد رفته بودیم اونجا طرف کارگاه برق بود اومد داشت یاد میداد که مثلا چجوری مدار بپیچی و یه بخشی از اینم باید شما سیم لخت میکردی خب <تصفح> بعد این آقای سیمو گرفت این سیم لخت کنم آورد مثلا میخواست یاد بده که چجوری کار ساده دیگه. یه دیگه یه ذره باید فشار بده اینو بکش اینجوری در میاد بعد میخواست بگه که آقا اینو زیاد شما فشار بدید این سیم قطع میشه بله ولی خب اگه زیاد فشار بدی خیلی سریع میتونی سیمرم لخ کنی میتونی رو کنی ولی این آه. خیلی یه قلقی داره من تو نازک کجا اومد بعد این این کارو کرد و خیلی فشار داد این سیمه شد ولی خیلی نازک شده بود و این دو سیم از هم جدا شد گفتش الان من میتونم این اینو به شما بگم که ببینید اونی که زود لخ میشه زودم میره این سیمه که نازک شده بوده از هم جدا کرد تو این ذهن ما حک شد که آقا اونی که زود لخ میشه زودم میره آره. ایمان جان شما بخوای مثلا روزی دوبار ورزش کنی یه ماهه کلتو خوب کنی زود لخ میشی آره زودم میره این قضیه دوباره چربی برمیگرد آره. حالا بگوش میده اینو من رفتم به بچه ها گفتم خب گفتم آقا مثلا با اونه که راحت تعمیم بود. دادید به نه با اونه که راحت تو دانشگاه گفتیم که مثلا این مثلا یارو استاد خیلی آدم کوله اومد حرفی زد و اینا راند بعدی بچه‌ها که رفته بودن اون موقع دیگه مختلف بود یعنی دختر پسر با هم بودن یا طرف به اینجا که رسیده بود همین کارو کرده بود گفت اینجا یه اصطلاحی هست که ما الان نمیتونم بگم ای اون یکی هم گفته بودم میدونستم چیه هر چیزی که راحت و سری به دست اومد راحت و سریع هم از بین میره خلاصه اینطوری بود نه یه امم یه اصلا فکر نمی نه هم بزنیم ایشان. به نه آره. نه به شانس و پترن و اینا که حالا زیاد در صحبت کردیم اپیزود 180 هم در موردش گفتیم دیگه کسایی که شانسی به جای میرسن فکر میکنن شانسی به جای رسیدن پرفورمنسشون میاد پایینتر و اصلا از لحاظ ذهنی میریزن به هم به خاطر اینکه فکر نمیکنن که مثلا برای اون توانایی خودشون بوده که به اونجا رسیدن بعد حالا آره ما اصلا گفتیم دیگه بیا طرف شانسی هم به یه جایی برسه یه مثلا روحال میومور مشری هم پیدا کنه بیفته جلو بعد چند دفعه این کارو میتونی بکنی دیگه که کارون گفت زیاد میتونی انجام بدی بله به نظر من نمیشه یعنی به نظر من سرسه و بر هر بر زی مدتی تهمیش. عمر نامحدود هم. نداره دیگه به نظر من میفته خوش میشه اون سورس میفته دیگه شما نمیتونی به نظر من بری قدیم دو. مثلا یارو شاهزاده میشد پادشاهی کشور اون که نه کاری کرده بود نه چیزی رندومش کرده بود تو خانواده به دنیا آمده بود سورسش هم خوش نه الان همشون در خودکشی میکنن ملکی داره شاهزاده داره درسته اونا تو حالا سیاست دخالتی ندارن ولی او دارن دیگه از این دیگه سیاسی تر نه. مجلس رو تعلیق کردی نه نه اونا یه امضای فرمالیته است حتی رئیس ش... نخست وزیر کانادا اونا باید امضاشو بزنن آره. نماینده ملکه من میگم مجلس خودشونو تعلیق کرد خب بعدی میکه. که خودشون درخواست دادن امضا زدن آره. اون شما نیست میخوام بگم که نامحدود دیگه طرف صرف این که تو اون خانواده به دنیا اومده از ازل تا ابد میتونه هر کاری بخواد بکنه ولی اون بازم لذت نمیدونم چی چی نه نه نه, نه. به منو میگم تعدادشون خیلی کمی یعنی باشه. اون یه چیز مثال خیلی استثناییه باشه اصلا استثناء ها مهم هم دیگه این استثناء دو ها دونی رو عوض میکنن دیگه چقدر استثناء یعنی شما هر چیز تعدادش که رو بررسی نباید بکنین چرا ولی میگم به من و شما دیگه اون هوموسکشوالیتی رو ما نباید بر گرایی بخواد دیگه تعدادش کم اونم درصدشون کمه نه زیادم کم نیست چرا 10 درصد من درست. درست. نه من ازش داشتم میگم کم حالا مهم نیست من زمین دیگه هست تو میگی نمیشه من میگم هست درست پس اگه این که اصلا کلا افزاده بزنیم <applause> کنار یه سری هم در مورد این چیزا بزنیم به همین بت بازا که <applause> الان دیگه این بت دیگه هر کسی که بیشتر از پنج نفر تو اینستاگرام میبیننش یه دونه سایت سایت شرطبندی داره <applause> شرطبندی داره داره <applause> <applause> و همهشون هم هزار ماشالله همه بهترین چیزا پشتیبانی ها <applause> همه شما رو پولدار میکنن همه شون هم مطمئن ترین وبسایتن پشتیبانی آنلاین دارن الان بعضیشون هستن سنگ کاغذ قیچی هم میتونی بازی کن جدی واقعا <applause> سنگ کاغذ آخه شرط بندی میکنیم سنگ غیچی. خب آخه رفیق این که معلوم دوزیه دیگه آخه چرا خب سنگ کاغذ بازی میکنی دیگه خب داری با یه کامپیوتر بازی میکنی هر جا با هر کامپیوتری بازی کنی باختی خب اون که معلوم اگه تو قرار باشی خ... اصلا کازینو ها... اینا هم که میرن همیشه درصد برد با اوناست در بلند مدت و آره. پر شد بس. دیسک نه نه پر شده دیسک ای بابا اونو آره بزن اوکی. بر زای دیگه داریم ضبطش پ... میکنیم و خب اینم یکی از اون روش های یه شده چیز رسیدن آره, آره. آره اون قطع آره. میشه ایام صادقیان هم چیز داره بود شرط او واقعا این کار رو نکنید یعنی شرط بندی دیگه از اون کار عجیباست که الان خیلی تو ایران مد شده یعنی من فکر کردم پادکست زیاده خیلی الان دیگه سایت شرط بندی ببین خیلی زیاده و مثلا یارو داره میره دو دختر میگیره دو دخترم میزنه بعد به رکاب میکنه دو دختره داره و یه دوست دختر جدید میگیره اونم مثلا میزنه یعنی همینطوری داره عجیب رشد میکنه این سایتش بعدم ایران نیست مثلا کازینو میان روی مجازی بازی میکنه مجازی تو دنیا خیلی آره, سایت خوب... بیت او... آره ولی 365 آره ولی اون من احساس میکنم اونا یه کلا نیستن کمتر هستن نهان یعنی همی... یعنی نمیبندن برن این سایت ها او مثلا تمام میشه می دور میبنده میره دیگه بعدش هم تو زندگی اون طرفو نگاه میکنی اون از باختای شماست که داره پولدار میشه اون همونطوری نمیشینه که خودش نمیشینه بازی کنه سنگ شادی اون آدم در باخت شماست آره دیگه مثلا طرف میره چه میدونم هزار تا ماشین میخره چهار تا ماشین میخره میندازه اونجا صد در درصد از باخت شماست دیگه حالا یا بردشون داره فقط به قول خودش میگم فقط ذریب همو برمیدارم شما بیا بازی کنیم من ذریب همو برمیدارم آره شما حجم بالاه یعنی ن... نکنید تو رو قرآن طول میشه تایپ آخرش میخواستم همین این مورد این لخ شدن اینا بگم که دیگه خود گفتی دیگه الان میخواستی بگی پت چرا هم میگفتی نگو خب میخواستم خودم بگم چرا بایدن استعمالتی بکار بعد اصلا خراب کردی مردم دفعه اول حرف و فنگه میخواستیم بریم کارگاه ما این سیما رو لخ کنیم دفعه اول رو کتاب میخوندم اسم اون دستگاه رو و هی میخوندم سیم لخ کن لخت رفتیم به بابا همون گفتیم نه آره. بعد همه دیگه تو چیز داری؟ نه اصلا نه بود آره کیو هل شد بله ما هم داریم شما تموم شده دیگه آره میون بار از نزنی ببین آخرش هر کاری بزنی برمیگرد دورش میشه چش خودت تو جایی که من دیدم خوف سربالا خیلی اول من میخواستم یه این چه لغه شده میتونیم به رو بعدی اگه بخوایم نه خب چند توم مگه نیست یه دونه حالا یه دونه, رو یه چیزی که حالا تو این چند وقته تو این چند ساله مود مد شده مد شده البته اول ورژن ایرانی شو میگم تا... اینطوری نیست ولی مثلا ایران من میشیندم فامیل بچه که به دنیا میارن مهم... تاریخ تولد نه خلیم. اون که اصلا هیچی ولی مهمونی های مختلف میگیرن که یکیش که مرسوم شده بود بید. ماهگرد ماه گرد میگرفتن ماه گرد تولد بچه بیانی اون بچه لعنتی که به دنیا آمده اولی ماه که زنده بود بچه <تصفح> نمی... لعنتی یک کیک میزنن یک ماه دوم دو تا همین تو بارد دوازده دو میرن با اون وقت دوباری میشه یک بعد دوباری میشه بعد <تص> دوباری میشه بعد در من این چیز ورژن ایرانی بود که میگم تو این یکی دو سال من چند بار تو فامیل خودمون دیده بودم بعد چیزی که حالا تو خارج مود شده و هست اینه که جنسیت بچه رو وقتی مشخص میشه پدر مادن نمیرن ببینن اونو تو ایران هم هست من دیدم تو ایران هم باید باشه دیگه و یه حالا یه سری کمپانی ها هستن که اصلا میان آها نه اون فرق داشت. آزمایشو شو میگیرن <applause> نه اون بود پدر مادر میدونستن بقیه نمیدونستن بعد مثلا میان یه بادکنک صورتی با یه بادکنک آبی میذارن با اینم هم تقریبا هم هم همین همینه نه, نه, نه همینه نه ولی خب مادر پدر میدونستن خب اون برای کاملا برا مثلا یکیش مثلا برای بقیه هم خیلی مهمه این بقیه میدونن مادر پدر شما رو گوش میدید این کارو کردید فوش ندید به حالا شک آدم پایین باید اینجا بگیم دیگه ولی چون بچه نداریم الان فعلا به نظر اون کار عجیبیه بعد مثلا... چه دار بشیم اینجا رو پر بالون میکن. <تصفح> بالون میزنم سبز و صورتی آبی همه رنگی آره بعد... میذارم. بعد آمریکا اینا که یه سری کمپانی هستن مثلا تو میری آزمایش رو میدی و اینا اونا چک میکنن پلن میکنن مهمونی میگیرن و اینا بعد به طریقی مشخص میشه بعد تو این, <تصفح> تو این داستان خیلی اتفاقای بعد پیش اومده آره. که مامان بابا میخواستن بفهمم پسر یا دختر حالا یکی دوتاش این خیلی عجیب بود که مامان بزرگ یه اتفاق افتاده که مامان بزرگ اون بچه ای که هنوز به دنیا نیامده بند خدا کشته میشه تو اون داستان ده ده؟ <laughs> احتمالا خواستن آه. تیر بزنن دودش مثلا اون زدن یه... تو سر مادر بود یه, ساز... <applause> یه سازه ای درست کرده بودن که توش مثلا باروتینا بریزن و مثل توپ مثلا جنگی بعد توش پودر مثلا یا صورتی یا آبی بریزن که وقتی اینو با ما میکشن تو هوا مشخص و اینا خودشون خونوادگی میخواستن درست کنن تو آمریکا. <applause> <آه ها. تصفيق> باروت میریزن و اینا در... چیز چیزی درست میکنن کاملا یه چیز غیر استاندارد و یه یه چیز جنگی میشه بعد وقتی میزنن که به ترکه کامل منفجر میشه یعنی فقط از تو اون لوله نمیاد مادر نمی زنده با آره چیز بوده دیگه ترکش به صورت ترکشی همه جا فرق میشه بعد یه ترکش ها مستقیم اینه تو فیلم ها میره تو پیشونی مام بزرگ و همونجا م... کشته میشن اون ناگون علی تعلق با فوتوشو خیلی نزدیک‌تر دقیقاً یا مثلا چند هفته پیش دوره آمریکا نه. یه دونه به دنیا بیاد میگم آدابوزر که دو تا کشدی یه روز نعیمد قاتله آخه نحسه آمریکا دوباره مثلا چند وقت پیش تو کالیفرنیا که اینقدر حالا آتیش سوزی اینا کالیفرنیا <تصفح> آمریکا ببخش امریکا. فکر کنم یه جا دیگه بود ولی خیلی خوش بود اون محله ها آره دیدم اینو تو مثلا بیرون جنگل و اینا جنگل صحرا که خشک و خیلی آتیش میشه اینا یه همچین کاری کردن ولی با آتیش تو کار بوده نه اینا بگم چی بوده آره یه دونه از این چیزا بود تو چاشم سوری میزدی مثلا فشوشی و رنگ برف میداد و اینا اینا رفته نکشی گرفته بودن که مثلا یه رنگ آبی بود یه صورتی ها نمیدونم چه جنسیتی داشته و اینو جنگل گذاشتن نصف جنگل آتیش داره مثلا یه چند ده هکتار حیلی. جنگل به خاطر کلی باید جنیمه بده بابا آره آقا نه دو سه نفر فوت کردن سر این قضیه آره دیده بودم اینا رو پس نه ماهگر بگیرید نه از این کارو بکنید <تصح> بچه سالم به دنیا بیاد گفتیم اصلا برای زمین هم بده زیادی تولید میشه بچه دار شدن هم کلا از اول بده نظرم بریم اپیزود بعدی خیلی خب این بود اپیزود 69 ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام تویتر توی فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با مورد مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام که کارون جواب رو نمیده به نام خودکست تاکس ما میریم <تصفح> و پنجشنبه با موضوع کارون برمیگردیم فلا خدافز, خدافز. 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 فرزان <تصفح>